سلامت و طراوت. با سلامی گرم به شما عزیزان، پریسا روز هستم، پزشک هومیوپات و مدیر و مسئول روز نچرال کلینیک. با 13 برنامه سلامت و طراوت دقایقی همراه شما عزیزان هستم. غذاهایی از قبیل همبرگر، فست فودها، پیتزا، سرخ کردنی ها، پنیر، بستنی، شیرینیجات، به جز این که از نظر بعضی افراد خوشمزه هستند، یک وجه مشترک دارند و اون میزان کلسترول بالاست. کلسترول یک ترکیب شیمیاییه که به طور طبیعی توسط بدن تولید میشه و ساختاری ترکیبی از چربی و استرویده. کلسترول ماده لازم برای غشای سلولی و هورمون‌هایی مثل استروژن و تستوسترون. حدود 80% کلسترول بدن در کبد تولید میشه و بقیه از طریق مواد غذایی به بدن ما میرسه. کلسترول باعث تولید ویتامین دی و ایجاد نمک‌های صفراوی که باعث هضم چربی‌ها در بدن میشه هست. کبد روزانه 1000 میلی گرم کلسترول تولید می‌کنه، به طوری که اگر فرد تا آخر عمرش هم چربی مصرف نکنه، این مقدار براش کافی خواهد بود. منابع اصلی کلسترول در رژیم غذایی گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، گوشت‌های ارگانی مثل جگر هست که دارای کلسترول بالاست. منابع غذایی گیاهی فاقد کلسترول هستند. بعد از خوردن غذا، کلسترول مواد غذایی از طریق جداره روده جذب شده و در کبد ذخیره میشه. کبد قادر به تنظیم میزان کلسترول در جریان خون هست و میتونه در صورت نیاز بدن کلسترول ترشح کنه. به غیر از اینکه روزانه کبد 1000 میلی گرم کلسترول تولید میکنه، ما هم به طور تقریبی بین 150 تا 250 میلی گرم از طریق موادی که میخوریم کلسترول تولید میکنیم. از اونجایی که کلسترول به تنهایی قادر نیست در جریان خون حرکت کنه، باید با پروتئینی ترکیب بشه و این پروتئین ها سبب حمل کلسترول به تمام قسمت های مختلف بدن میشن و این سبب به وجود اومدن ترکیبی به نام لیپوپروتئین میشه. دو نوع مهم لیپوپروتئین ها عبارتند از HDL High Density Lipoprotein و یا لیپوپروتئین با چگالی بالا، LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، به طوری که شاید شما اونها رو به عنوان چربی‌های بد و یا چربی‌های خوب شنیده باشین. مقدار بالای LDL باعث افزایش خطر به ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروق و سکته مغزی میشه. رسوب LDL به داخل دیواره‌های رگ‌ها و شریان‌ها باعث شکل‌گیری مادی سختی به نام پلاک کلسترول میشه و کاهش جریان خون از این مناطق تنگ. HDL یا چربی خوب باعث پیشگیری از آتروسکلروز و خارج شدن کلسترول و پلاک ها از دیواره شریان ها و دفع اونها از طریق کبد میشه و از بروز ناراحتی های قلبی، عروقی و سکته مغزی محافظت میکنه. عواملی مثل اضافی وزن و چاقی، ارثی بودن، رژیم غذایی و سن به بالا رفتن میزان LDL کمک می‌کنند. برای کاهش اندازه کلسترول و LDL از طریق طبیعی و بدون استفاده از داروهای تجویزی مثل استاتین، اقداماتی هست که می‌تونه کمک کنه. ورزش و حرکت‌های بدنی عامل مهم در پایین اومدن میزان کلسترول هستند. رژیم غذایی که دارای کلسترول پایین هست مثل استفاده از میوه‌جات، سبزیجات، حبوبات، توجه به نوع و نحوه پخت غذا، استفاده روزانه از اوتمیل یا جو دوسر، بادام، فلکسید یا تخم کتان، سیر، سیب، لوبیا، پروتئین سویا و همچنین استفاده از پسیلیوم هاست که فایبری است که از وارد شدن کلسترول به جدار روده جلوگیری میکنه بسیار مفیده. در سیستم هومیوپاتی به جز درمان ریشه‌ای، داروهای تراپیوتیکی وجود دارند که میتونن به میزان قابل توجهی به کاهش کلسترول در بدن کمک کنند. داروهایی از قبیل فوکوس وسیکولوس، کرتیگوس، کلسترونیوم و فسفوروس که در میزان و با دستور خاص باید مصرف بشن.
قابل توجه دوستان عزیز، اگر دوست دارین در مورد کلسترول و پایین آوردن اون از طریق طبیعی اطلاعات بیشتری داشته باشین، جزوه‌ای در این مورد تهیه کردیم که به طور رایگان در اختیار شنوندگان رادیو LPR قرار میگیره. اگر مایل به دریافت این جزوه هستین، با ایمیل با ما تماس بگیرین. ایمیل ما info@naturalclinicforyou.com که 4 عدد 4 و یو حرف یو هست، در info@naturalclinicforyou.com. در سابجکت ایمیل خودتون کلسترول رو بنویسین. وقتی که ایمیل شما رو دریافت کردیم، جزوه ها از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد. طریقه تماس رو با من میدونین، از طریق ایمیل و فیسبوک هست. فیسبوک آدرس ما روز نچرال کلینیک هست. خوشحال میشیم به دوستان ما بپیوندین و سوالات خودتون رو مطرح کنین. همینطور اگر مایل به شرکت در ورکشاپ هستین، از طریق فیسبوک روز نچرال کلینیک، لینکی که در اونجا قرار داره، میتونین ثبت نام کنین و از آفری که تا 15 می هست استفاده کنین. عشق، صلح و سلامت میانتان پایدار باد. همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.